پلنگ ها موجودات گریزپایی هن که ترجیح میدن در بین درختان و درختچه ها پنهان بشن، در حالی که جگوارها جسورترن و در زمین های باز پرسه میزنن. اما البته این رو باید بگیم که پلنگ و جگوار هر دوتاشون بخشی از جنس پلنگ مانند ها هستن، اما اونا گونه های متفاوتی از گربه های بزرگ هن. رژیم غذایی جگوارها عمدتاً از خزندگان تشکیل میشه، در حالی که پلنگ‌ها از انواع پستانداران، پرندگان، حشرات و ماهی‌ها هم تغذیه میکنن. پلنگ و جگوار شکارچیان سرسختی‌اند. این دو موجود به صورت منفرد زندگی میکنن و تنها زمانی در حال معاشرت دیده میشن که با جفت یا توله‌هاشون زندگی کنن. حالا بریم 6 تفاوت کلیدی بین جگوار و پلنگ رو با همدیگه مقایسه کنیم تا ببینیم پیروز میدان کیه. شماره 1، زیستگاه و محدوده. از اونجایی که اونا در مناطق کاملا متفاوتی زندگی میکنن، بعید به نظر میرسه که این دو حیوان با همدیگه بخوان برخورد کنن، مگر اینکه داخل باغ وحش باشن. جگوار بومی آمریکای مرکزی و جنوبیه و بیشتر گونه های اون در آمازون ساکنن. اونا شناگران ماهری‌اند و یکی از معدود گربه‌هایی‌اند که در شکار زیر آب مهارت‌های ویژه‌ای دارند. بنابراین دیده شدن اونا در مناطقی که از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و دیگر آب‌های روان پوشیده شده بسیار رایجه. اما در مقابل پلنگ‌ها با 9 زیرگونه متفاوت در مناطق مختلف پراکنده‌اند. اونا در بخشایی از خاورمیانه، آفریقا و آسیا پراکنده‌اند و جمعیت‌هایی از اونا در بخشایی از سریلانکا، هند و چین هم زندگی می‌کنند. پلنگ‌ها در طیف وسیعی از زیستگاه‌های مختلف رشد می‌کنند، در حالی که اونا مناطق جنگلی و منابع فراوان درخت رو ترجیح می‌دن، اما در علفزارها و مناطق بیابانی هم پرسه می‌زنند. شماره 2، اندازه. قد هر دو حیوان با همدیگه یکسانه، اما جگوار در قسمت شانه کمی از پلنگ بلندتره. جگوار گربه سانیه که به طرز محسوسی حجیمتره. جالبه بدونیم که جگوارهای نر میتونن تا 120 کیلوگرم وزن داشته باشن، در حالی که پلنگ نر حدود 80 کیلوگرمه. پلنگ در مقایسه با ببرها و شیرها کوچکترین گربه در منطقه خودشه، و از سوی دیگه جگوارها هم بزرگترین گربه سانان در منطقه سکونت خودشونن. شماره 3، شکل و اندازه سر. پلنگ ها داری سرهای زاویه دار و کوچک با خطوط واضح و گونه های مشخصی هن، اما سر جگوار بزرگتر و صورتشون گردتره. جگوار به آرواره های پهن‌تر و پیشانی وسیع‌تری مجهز شده و به دلیل داشتن همین ویژگی ها برای کشتن طعمه های خودش به راحتی سازگار شده. قدرت گاز گرفتن جگوارها که توسط دندان های بزرگ و عضلات فک تقویت میشه، قوی ترین گاز در دنیای پستاندارانه. اونا حتی میتونن محافظ پوسته لاک پشت و پوست زره مانند کروکودیل ها رو سوراخ کنن. شماره 4، طول بدن و شکل. پلنگ با دم بلند و بدن باریک خودش چابکی بیشتری داره، اما در مقابل جگوارها تنومندترن. چونه هاشون پهن‌تر و عضلانی تره، اما اونا شکم بشکه‌ای فشرده‌ای دارن که باعث میشه در مقایسه با پلنگ‌ها از چابکی کمتری برخوردار باشن. شماره 5، اندازه دوم. پلنگ‌ها در مقایسه با جگوارها در بالا رفتن از درختان مهارت ویژه‌ای دارن. دم‌های بلندتری دارن که به حفظ تعادل در بالا رفتن از تنه درختان بهشون کمک میکنه. اما چون جگوارها عادت چندانی به بالا رفتن از درختان ندارن، دم کوتاه‌تری در مقایسه با پلنگ‌ها دارن که این دم کوتاه با اندام محکم‌تر جگوارها هم مطابقت داره. شماره 6، رژیم غذایی. همونطوری که بهتون گفتم، رژیم غذایی جگوارها عمدتاً از خزندگانه و اونا موجوداتی مثل لاک‌پشت‌ها، مارها و تمساح‌ها رو شکار می‌کنن. اما در مقابل پلنگ رژیم غذایی متنوع‌تری داره. اونا پرندگان، غزال، ماهی، مارمولک و بزهای کوهی رو هم شکار می‌کنن.
به عبارت دیگه پلنگ میتونه هر چیزی رو که پیدا کنه بخوره. و در آخر بریم سراغ جنبندی که چه کسی در این مبارزه پیروز میشه. یک جگوار در یک نبرد فرضی میتونه یک پلنگ رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار بده. هر دو موجود میتونن در کمین یک دیگه بمونن و این میتونه پایان سریعی برای درگیری بین اونا باشه. با این حال در یک مبارزه معمولی تن به تن اعداد و ارقام از جگوار پشتیبانی میکنه. جگوار احتمالاً با چندین بریدگی عمیق و چند زخم ناخوشایند از مبارزه خارج میشه، اما واضحه که گربه بزرگتر آخرین مبارزیه که این نبرد رو میبره. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید.